به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام دوستای نازنینم، سلام دوستای خوبم، امیدوار هستم که مثل همیشه سر حال و خوب و خندان باشین. به نام خالق تمام زیبایی ها، سلامی گرم دهی فصل سرد به تمام شما نازنینا. امیدوار هستم که مثل همیشه خوب و خوشحال و پر انرژی باشین. بله، همینطور که خودت گفتی غزل جان، هوا هم کم کم سرد میشه. بله، اما یک چیزی که یادمون نره، انشاءالله از این به بعد کوشش کنیم که مواظب خود ما باشیم، از خودمون محافظت بکنیم. چون زمانی که هوا سرد میشه، بعضی از ما میگیم خب خیر است دیگه، صبح سرد است چاشت گرم میشه. بله، اما صبح کوشش کنیم که یک جمپری بپوشیم، چاشت گرم شد فرقی نمیکنه، اون رو میکشیم. اما اینجا باید مراقب خود ما باشیم، از خودمون محافظت بکنیم که خدای نکره یک روزی سرما نخوریم. بله، گفتیم که هوا هم سرد است هم گرم است، پس سعی کنیم یک لباسی بپوشیم که در دو حالت بتونه ما را محافظ نگه داره. بله، یک چیز دیگه یادمون نره غزل جان، صبح که یکم واقعا سخت است از خواب بیدار شد. بله، هوا سرد است، کمبلم که میکشیم کمی سخت است، اما اینجا ما باید اراده خود قوی بکنیم، باید صبح از خواب بخیزیم، به سری خود بشوییم، راحت صبحانه را حتما بخوریم و بعد سر وقت مکتب بریم و به درس خود برسیم. بله، و میایم طرف ازی که امروز چی داریم؟ بله، امروز روز چهارشنبه است و ما روزای چهارشنبه آیتم یک سفر یک چکره داریم، یعنی بله، که هر روز چهارشنبه درباره یکی از ولایت‌های زیبای افغانستان به شما دوست عزیز ما او را معرفی می‌کنیم. که فعلا در مورد ولایت افغانستان صحبت می‌کنیم دوستای نازنینم، و یادمون نره که امروز کاردستی هم داریم. بله، پس تا آخر برنامه با ما همراه باشین که هم در مورد ولایتی که می‌خوایم صحبت بکنیم معلومات جمع بکنین، هم کاردستی رو ببینین لذت ببرین. بله، ولی که می‌خوایم که درباره کدام ولایت امروز صحبت بکنیم. بله، امروز می‌خوایم درباره ولایت کاپیسا به شما عزیزا کمی معلومات بدیم. بله، پس بریم با هم دیگه شروع بکنیم که ولایت کاپیسا که بالاخره نامش همه ما شنیدیم، بله، حتما شنیدیم، ببینیم که چگونه ولایتی هست، در مورد مثلا موقعیت جغرافیاییش بدانیم، در مورد ولسوالی‌هاش بدانیم، در مورد از اینکه مثلا آب و هواش چگونه هست، فرهنگش. بله، در کل درباره ولایت کاپیسا معلومات پیدا بکنیم. دقیقاً، پس با ما همراه باشین دوستان نازنینم. بریم با هم دیگه شروع کنیم. اگر بگوییم ولایت کاپیسا یکی از ولایت مرکزی کشور ما افغانستان هست، یعنی که اگر بخوایم بگوییم این که ولایت کاپیسا در مرکز افغانستان قرار داره. بله، که ما یک عکسی ببینیم که بر ما راحت نشون میده که بله در مرکز هست. بله، و اگر از روی عکس هم میتونیم ببینیم که ولایت کاپیسا تقریبا در مرکز افغانستان موقعیت داره. بله، و این که ولایت افغانستان با ولایت هایی مثل پنجشیر در شمال، با ولایت پروان در غرب، با ولایت کابل و لغمان در جنوب و با ولایت لغمان در شرق هم سرحد میباشه. بله، و دوستای نازنینم، ولایت کاپیسا که از دوست کوچکترین ولایت افغانستان هست. بله، اما یک چیزی که جالب هست این هست که جمعیتش بعد از افغانستان، بعد از کابل البته زیاد هست، که بله، میگن کابل پایتخت است، یعنی که اول کابل جمعیت زیاد داره از بین تمام ولایت و بعدش کاپیسا میباشه. بله، میتونیم بگیم که تراکمش زیاده. بله، تراکم جمعیتی وجود دارد، یعنی بیشترین تراکم جمعیتی پس از کابل در ولایت کاپیسا داره. بله، اما در مورد ولسوالی‌هاش هم می‌خوایم بدونیم که از غزل جان میشنویم. بله، ولایت کاپیسا عبارتند از ولسوالی علسایی، تگا، پسته اول کوهستان، حصه دوم کوهستان، کوبند، محمود راقی، نجراب، که محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا به حساب میاد. بله، البته این چیزایی که غزل جان برام گفتن ولسوالی های ولایت کاپیسا بود که برام نام بردن، و همچنان اینکه دوستان زینم یک نکته ای که باعث شده از ولایت کاپیسا مثلا در بین تمام ولایات دیگه یک نکته جالبی باشه، که کاپیسا یکی از مناطق باستانی کشور هست، که چه رقم است؟ اینکه 620 سال قبل هندوستان کنونی، بنگلادش و پاکستان از مرکز کاپیسا اداره میشد. پس بله، 620 سال پیش واقعا سالهای بسیار پیش بوده، از همین لحاظ است که میگیم ولایت کاپیسا یکی از ولایت‌های باستانی ما هست. بله، و میتونیم بگیم که از این صحبتایی که فاطمه جان برای ما کرد، هیچ این کشوری که نام برد از طریق کاپیسا اداره میشده. بله، دقیقاً. اما تو سینا زینم، آب و هوای ولایت کاپیسا یه رقمی هست که در فصل زمستان که باید هوا سرد باشه، در فصل کاپیسا هم سرد هست، همچنین در فصل تابستان هوا گرم هست، اما در فصل خزان و بهار هواش معتدل هست، و همین آب و هوای خوبی که داره باعث شده که بعضی از زمین‌ها آماده
کشت باشه. بله، و اما با دوستای ما که در ولایت کاپیسا هستن و برنامه خودشان رو سعی میکنن، بهتر است بگیم که یک لباس گرمی هم بپوشن در فصل زمستان، چون میگیم بسیار سرد هست. بله دقیقاً، مواظب خودشان باشن که خدای نکر خدای نکر سرما نخورن. بله، بریم طرف عزیزی که در ولایت کاپیسا چه اقوام زندگی میکنن. اقوام محترم پشتون، پشه ای تاجک سکونت دارن و همچنان اما فرهنگشون یا رسم و رواجی که دارن برای ما غزل جان میگن. بله، همون قسمی که میفهمیم هر ولایت از خود رسم و رواج میتونیم بگیم که عنعنات متفاوتی رو داره. دقیقاً. و همچنین ولایت کاپیسا همچنین بعضی عنعنات و رسم و رواج های متفاوتی داره. مثل عنعنات تاریخی و ملی که از روزهای ملی و از روزهای تاریخیشان بسیار به صورت عالی جشن میگیره. بله، یک سری روزهای ویژه هم که ما هم این رسمت داریم، مثلا عید نوروز باشه، عید فطر باشه، این روزهای ویژه هم دارن و همچنان مردم تجلیل میکنن. اما طرف معارفش بریم که معارف ولایت کاپیسا به گونه‌ای هست که 150 مکتب ابتدایی، متوسط، لیسه و انستیتوت هم وجود داره و یک پوانتون دولتی هم وجود داره به نام پوانتون دولتی کاپیسا که بیشتر به نام البیرونی یاد میشن. بله، و این پوانتون البیرونی 8 تا دانشگاه و پوهنزای داره که کسایی که در ولایت کاپیسا زندگی میکنن میتونن که از این دانشکده داره، میتونه که از این دانشکده و یا پنزه و یا پنتون استفاده های مفیدی رو ببره. بله دقیقاً، و یک همچنان تعلیمات دینی هم وجود داره در ولایت کاپیسا، البته در مناطق دوردست اگر باشه. بله، و بریم طرف شخصیت های مهم. بله، یعنی طرف مشاهیرش که نه تنها نام ولایت کاپیسا رو به بالا جایی های کشیدن، بلکه نام کشور افغانستان رو هم تانستن به خیلی جاهای بلند بکشانن. بله، که شامل قاضی میرمسجدی خان است، قاضی عبدالکریم خان و قاضی عثمان خان ساپی، غفور غفوری و انجینیر حبیب الرحمن شهید و میاگل جان آقا، که اینا کسایی هستن که نام ولایت کاپیسا را به بالا جایی ها کشتن و تانستن که اعضای مهم می باشن در ولایت کاپیسا. بله، که انشاءالله باشندگان ولایت کاپیسا یا حتی برای خود ما بتونن یک الگو باشن تا ما هم بتونیم برای کشور ما افتخاری بیاریم. بله دوست نازنین، با هم دیگه گفتیم که ولایت کاپیسا از جمله مناطق باستانی و ولایت های باستانی هست که 620 سال پیش هم که گفتیم یکی از که اداره می شد همینجوری. بله، که نام بردیم از جمله اگر مناطقش رو بخوایم نام ببریم، مناطق تاریخی از جمله منطقه مفصول بزرگر در ولسوالی اول کوهستان است که دارای آثار تاریخی بیشتری هست و مردم بعضی اوقات میرن بازدید دیدن میکنن. بله، و مناطق تاریخی دیگه ولایت کاپیسا شامل برج عبدالله و ریگروان میباشه. بله، که بیشتر از دوره یونانی ها در اونجا وسایل باستانی باقی مانده. بله، و همچنان در دو تا از ولسوالی های ولایت کاپیسا هم به نام تگاب و نجراب هم اماکن تاریخی و عبادت خانه های سابقه هم دیدن میشن. بله، پس این صحبت ها ما میفهمیم که در ولایت کاپیسا جاهای تاریخی بسیار زیادی هست که دوستای ما در ولایت کاپیسا هستن میتونن برن و از اونجا دیدن بکنن. بله، بریم طرف زراعتش غزل جان. بله، در بخش زراعت ولایت کاپیسا چون که مناطق کوهی و همچنان این زیاد داره این ولایت، از همین لحاظ که زراعت نمیتونن مثلا زیاد رشد پیدا بکنه، اما از جمله باغهایی که وجود داره باغهای انار، جلغوزه و انگور هم در ولسوالی های تگاب و نجراب و مرکز ولایت محمود راقی گفتیم که مردم در اونجا مصروف هستن و از طریق همین باغها میتونن که اقتصاد خود را رفع سازن. بله، و همچنان در بعضی مناطق ولایت گندم، لوبیا و جواری نیز کشت میشه. پس آفرین به مردم ولایت کاپیسا، با وجودی که ولایتشان کوهستانی هست بازم میتونه محصولات خوبی رو کشت بکنه. بله، بریم طرف رسانه ها. این که علاوه بر رسانه های دولتی، برخی از رسانه های خصوصی هم در ولایت کاپیسا نشرات دارن یا فعالیت میکنن که از جمله تلویزیون ملی کاپیسا هم نشرات 12 ساعته دارن. بله، و رادیوی بهار و نجراب از رادیوهای فعال شخصی ولایت میباشه. بله، که از جمله رسانه های تصویری و صوتی که بر شما گفتم اونجا فعالیت دارن، رسانه های چاپی هم اونجا فعالیت میکنن که از جمله نام ببریم هفته‌نامه کاپیسا، عصر تمدن، کوهساران و همچنین هفته‌نامه های دیگر که در این ولایت وجود داره و فعالیت میکنه. بله، و اما اگه بیایم درباره گذشته ولایت کاپیسا صحبت کنیم، در گذشته کارخانه نساجی و سینما در ولایت کاپیسا وجود داشته که متاسفانه در اثر جنگ میان افغانستان و جنگ شوروی بوده، در اون میان از بین رفته، ولی امیدوار هستیم که به نزدیکترین وقت دوباره درست شود. بله انشاءالله.
مثل همیشه دوست داریم نازنینم در آخر بپردازیم به بازی ها و ورزش های ولایت کاپیسا که ولایت کاپیسا هم بازی های عنعنوی و قدیمی هم وجود داشته و همچنان داره که چون که مثلا بازی های عصری اینجا به وجود آمده مسابقه های عصری و بازی های عنعنوی دیگه کم 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 رنگ میشن. بله و بازی های عصری شامل کرکت، والیبال، فوتبال و بزکشی میباشه. بله و همچنان تیم کرکت هم بگویم یک تعریفی هم بکنیم که بسیار برجسته هست که حتی تیم ملی هم راه یافتنه. بله. پس از این صحبتایی که درباره ولایت کاپیسا کردیم خیلی چیزا رو یاد میگیریم. بله. مثلا در ولایت کاپیسا جای تاریخی بسیار زیادی وجود داره که اگه دوستای ما میخواین یک جای بسیار زیبا رو انتخاب کنن که تاریخی باشه میتونن از ولایت کاپیسا استفاده بکنن. بله. دوستان عزیزم امروز یک خلاصه با هم دیگه معلومات جمع کردیم که مثلا ولایت کاپیسا چه رقم هست، چه جاهای دیدنی داره. این معلومات میتونه برای ما چه کمکی بکنه؟ این که مثلا شاید یک روزی بخوایم سفر کنیم به ولایت که حتما این کارم میکنیم، زمانی که بخوایم سفر بکنیم بالاخره باید معلومات داشته باشیم که چه جاهای مثلا تاریخی وجود داره، چه جاهای برای سفر و رسم و رواج چی است. از همین لحاظ است که باید این معلومات حتما داشته باشیم. بله ولی اینا باز هم کم است. اگه دوستان ما میخوایم بیشتر درباره ولایت کاپیسا بفهمن میتونن که مطالعه زیادی داشته باشن.